اینجا یه کارخونه تولید آرتو یزده، جایی که تا همین چند سال پیش تعطیل بود. شاید کسی فکرش هم نمی‌کرد دوباره به چرخه تولید برگرده، تا اینکه به همت این کارآفرین جوان همه چیز مثل روز اول شد. سال 95 یه چند مدتی بود که این کارخونه تعطیل شده بود و کارگراش از بیکار شده بودن، دنبال کار می‌گشتن. خب ما دیدیم موقعیت خوبیه که بخوایم دوباره راه اندازی کنیم، فعالش بکنیم. با توجه به شرایط اقتصادی بازار الان این کاری که ما انجام دادیم یه ریسک خیلی بزرگی بود که ما بخوایم این سرمایه‌گذاری بیاد روی تولید انجام بدیم، در صورتی که ما می‌تونستیم تو سرمایه‌گذاری تو بازارهای دیگه انجام بدیم و سودش هم غالباً خیلی بهتر بود. ولی به خاطر اینکه چند نفر تو می‌تونیم مشغول به کار بکنیم و درگیر کار کردن بشن، ما اومدیم ریسک انجام دادیم. دستگاهی که از کار افتاده بودن با تخصص جوانای خودمون تعمیر و حتی ساخته شدن تا کار از نو شروع بشه. سال 96 مونتاژ مجموعه شروع شد و همینجور که میبینید بعد از مدت ها مجموعه ای که دور از انتظار خیلی ها بود راه اندازی شد و کلن این مجموعه یه مونتاژ کاملی روش صورت گرفت، به صورتی که الان دارید میبینید اومد به چرخه یه تولید. حالا ایش که اینجا بیشتر از کارگرایی که از کار بیکار شده بودن خوشحال نیست. قبل من یه مشغول کار بودم، تعطیل شد، بیکار شدم، الان دوباره چون راه افتاده برگشتم سر کار، خیلی خوشحالم. من دو سالی بود بیکار بودم، دنبال کار گشتم، حالا خدا را شکر اینجا که باز شد، حالا مشغول به کار شدیم. اونا الان بخشی از نیاز آرد کشور رو تولید میکنن. ما اینجا 90 تا 95 تن تولید انواع آرد داریم که نه تنها بخشی از نیاز استان، همچنین استان همجوارم تامین میکنه. خیلی زود موسه زحماتشون رو گرفتن و رسیدن به جایی که خودشون هم باورشون نمیشد. خوشبختانه تونستیم در همین مدت کوتاه به عنوان واحد برتر سار معرفی بشیم، موفق شدیم گواهی‌های ایزو رو بگیریم برای اینجا. البته تا چند ماه آینده سیلوها اینجا هم ساخته میشه که هم ظرفیت ذخیره سازی گندم استان افزایش پیدا میکنه، همین که نیروهای بیشتر اینجا مشغول به کار میشن.